سلام عزیزای دلم، امیدوارم حالتون فوق العاده عالی باشه و مثل همیشه سرشار از انرژی مثبت باشین، لبتون خندون و تنتون سالم باشه. توی قسمت قبلی در مورد پروتکل های معروف وب واسهتون صحبت کردم، اسمشون رو به صورت خیلی مختصر آوردم. توی این قسمت قراره که با دو تا از پروتکل های معروف اینترنت یعنی IP و DNS با جزئیات بیشتری آشنا بشیم و ببینیم دقیقاً کاربرد اینا چیه. خب اول با پروتکل IP شروع می‌کنیم. IP مخفف اینترنت پروتکل هست. حالا این اینترنت پروتکل یا IP چیه؟ ببینید، اگه توی گوگل سرچ بکنید و وارد ویکی‌پدیا بشید، یه همچین تعریفی رو نوشته که اگه ترجمهش بکنید میگه که IP یک نامریکال لیبل هست، یک برچسب عددیه که به هر دیوایسی، به هر دستگاهی که به اینترنت متصل میشه، یک IP منحصر به فردی داده میشه. پس هر دستگاه متصل به اینترنت یه IP، یه شماره منحصر به فرد داره. ما میتونیم IP رو به پلاک ماشین تشبیه بکنیم. همونطوری که هر ماشینی یه پلاک منحصر به فرد داره، هر دستگاه متصل به اینترنت هم یه شماره منحصر به فرد داره که مخصوص به اون دستگاه هستش. خب IP دو نوع داره، IP ورژن 4 و IP ورژن 6. اول IP ورژن 4 رو خیلی مختصر بررسی بکنیم. ببینید IP ورژن 4 از 4 بخش تشکیل شده که بین این 4 قسمت ما نقطه میذاریم. حالا هر کدوم از این 4 قسمت میتونه یک عدد بین 0 تا 255 باشه. مثلا چی؟ ببینید مثلا این 12.244.233.165. پس هر کدوم از این 4 قسمت میتونه یک عدد بین 0 تا 255 باشه. یا مثلا این IP 127.0.0.1. توی IP ورژن 4 ما میتونیم حد اکثر 2^32 تا IP، یعنی حدود 4 میلیارد IP منحصر به فرد داشته باشیم که میدونیم امروز تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت خیلی بیشتر از 4 میلیارد تا هستش. پس به خاطر این بود که IP ورژن 6 به وجود اومد. حالا ببینیم IP ورژن 6 چیه؟ IP ورژن 6 از 8 قسمت تشکیل شده که بینشون به جای نقطه که توی IP ورژن 4 بود 2 نقطه قرار میگیره و هر کدوم از اینا یک عدد 4 رقمی در مبنای 16 هست. ببینید مثلا این یک مثال از IP ورژن 6 هست. توی IP ورژن 6 ما میتونیم 2^128 IP منحصر به فرد داشته باشیم که یه عدد خیلی خیلی بزرگی میشه. اگه بخوایم به صورت نماد علمی نمایشش بدیم میشه 3^10^38 و این معادل این هست که یه عدد 34 بنویسیم و 37 تا صفر جلوش قرار بدیم. یه عدد خیلی خیلی بزرگی میشه. پس این شد IP ورژن 4 و IP ورژن 6. شما نیازی نیست خیلی وارد جزئیات بشین. اگه نمیدونید عدد در مبنای 16 چیه اینا، اصلا اهمیتی نداره. فقط همین رو بدونید که IP یک شماره منحصر به فرده که هر دستگاهی که به اینترنت متصل میشه به اون دستگاه اختصاص داده میشه. خب این شد IP. حالا ببینیم DNS چیه، پروتکل DNS چیه و ارتباطش با IP چیه. DNS مخفف Domain Name System هست. اگه به فارسی ترجمهش کنیم میشه سیستم نام دامنه. خب حالا این پروتکل DNS چیه؟ ببینید یک پروتکل کاربردی و مهم در شبکه‌های کامپیوتری که وظیفش اینه که نام دامنه رو به آدرس IP تبدیل کنه و یا بالعکس، یعنی آدرس IP رو به نام دامنه تبدیل بکنه. حالا این نام دامنه که میگم یعنی چی؟ ببینید نام دامنه میشه آدرس وبسایت ها، google.com، yahoo.com، nextonecode.ir، nextonemusic.ir. پس اون آدرس وبسایت ها رو ما بهش میگیم دامنه یا دامین. همه اینا رو بهش میگیم. خب حالا این پروتکل DNS وظیفش اینه که بیاد نام دامنه رو تبدیل کنه به آدرس IP. پس ما در اصل وقتی یک وبسایتی داریم یک IP داره.
منتها چون به خاطر سپردن این IP ها سخته، ما با استفاده از نام دامنه که به خاطر سپردنش خیلی راحت تر هست از اون وبسایت دیدن میکنیم. یعنی به جای اینکه بیایم توی مرورگر تایپ کنیم 128.145.255.123 تا وارد وبسایت گوگل بشیم، خیلی راحت تایپ میکنیم google.com. پس پروتکل DNS وظیفه شد تبدیل آدرس IP به دامنه یا بالعکس. ما به DNS دفترچه تلفن اینترنت هم میگیم. پروتکل DNS معروف شده به دفترچه تلفن اینترنت. حالا چرا بهش میگیم دفترچه تلفن اینترنت؟ توی اسلاید بعد توضیحش میدم. ببینید یه دفترچه تلفن رو فرض کنید دو تا ستون داره، مثلا اینجا نوشته نام، این طرف نوشته فون نمبر، شماره تلفن. مثلا شماره میلاد اینه، شماره علی اینه، شماره تقی اینه. خب DNS هم دقیقاً اگه بخوایم تشبیهش کنیم، میتونیم تشبیهش کنیم به دفترچه تلفن اینترنت. این طرف دامنه رو داریم، اسم دامنه، این طرف IP آدرس یا IP اون دامنه. مثلا میگیم وبسایت google.com آدرس IPش اینه 123 نقطه فلان فلان فلان، digicala.com IPش اینه، nextonemusic.ir IPش اینه. خب حالا با یه مثال خیلی ساده بررسی میکنم واسهتون. ببینیم از اون لحظه‌ای که ما آدرس یک وبسایت رو توی مرورگرمون وارد میکنیم چه اتفاقاتی میفته که ما میتونیم اون وبسایت رو مشاهده بکنیم. ببینید فرض کنید من توی مرورگرم آدرس google.com رو وارد میکنم. همونطوری که توی قسمت‌های قبلی هم گفتم، فایل‌های این وبسایت من روی سرور قرار داره. خب حالا مرورگر چطوری باید بره سرور این وبسایت رو پیدا بکنه؟ ببینید ممکنه من وبسایتم توی ایرانه، خب یعنی من یک وبسایت فارسی زبان دارم، ولی سرورش ممکنه توی هر کشوری باشه. ممکنه سرور وبسایت من توی آلمان باشه، توی آمریکا باشه، توی کانادا باشه. خب وقتی من آدرس وبسایت رو توی مرورگر وارد میکنم، مرورگر از کجا باید بره سرور رو پیدا بکنه؟ چطوری متوجه میشه که سرور وبسایت من کجا قرار داره؟ توسط IP اینو متوجه میشه. خب وقتی که من آدرس وبسایت رو اینجا وارد میکنم توی مرورگر، یک درخواستی میفرستم به DNS، میگم آقا من آدرس google.com رو وارد کردم. به دفترچه تلفن اینترنت یا همون DNS یه درخواست میفرستم، میگم IP گوگل رو به من بده، من اسمش رو بهت میدم، تو IPش رو به من بده. DNS سرور میاد چیکار میکنه؟ میاد IP متناظر با این دامنه رو به من برمیگردونه. این IP رو میده به مرورگر. حالا مرورگر توسط این IP میره و سرور رو پیدا میکنه. یک درخواست میفرسته به سمت سرور. به سرور میگه فایل هایی که مورد نیاز هست تا من بتونم وبسایت google.com رو مشاهده بکنم بفرست واسم. سرور هم میاد فایل هایی که مورد نیاز هست، مثلا فایل HTML، CSS، فونت، هر چیزی که لازم هست تا ما وبسایت google.com رو مشاهده بکنیم، سرور میاد در پاسخ اینو میفرسته واسه یه مرورگر. پس این شد ریکوست یا درخواست و این شد ریسپانس یا پاسخی که ما از سرور دریافت میکنیم. سرور فایل ها رو میفرسته واسه مرورگر، مرورگر هم میاد اون کد های HTML CSS رو پردازش میکنه و این میشه که ما میتونیم وبسایت google.com رو توی مرورگرمون مشاهده بکنیم. به همین سادگی. امیدوارم از این جلسه نهایت استفاده رو برده باشین و با مفهوم IP و DNS به خوبی آشنا شده باشین. تا قسمت های بعد، خدا نگهدار.